مدیری شعبه ادبیات و فولکلور بدخشان نامزد علم های فلولوژی گلنسار رضوانشویوا امروز یکی از محافظان فرهنگ مردم بدخشان دانسته می شود چون بروش یکی از رکن های آن زبان و عادات قدیمی مردم بدخشان کمر بسته است بنا به عقیده خودش او از سن کودکیش در عالم افسانه ها کلان شده است چون کودکیش در دیهات در پیش بابا و مادر کلانش گذشته است او می گوید موسفید و کمپیر هر دو در رشته افسانه‌گویی نام برآورده بودند و هر روز حتی همسایه‌ها هم برای گوش کردن افسانه‌های عجیب از زبان آنها به خانه‌شان می‌آمدند. هر بگو ما نبیره او رو در گرد خود جمع می‌کردند و بعد در بالای آتشدان می‌نشستیم و پاهای همون گرم می‌کردیم و ببی ما برای همون افسانه می‌گفت. افسانه‌های وی بزکی جنگلاپو، خرسک دوست، کلی زیرک، یا تیمک و غیره بودن که هر یکی اونو برای ما آنچنون شیرین و آنچنون دلچسب و گوارو بودن که ما هر روز بگور و انتظار می شدیم که یک کش تیستر شب شود و باز برای ما افسانه گرد چون که اون وقت آینه نیلگون نبود اون وقت اون قدر کینو این خیلی چیزا که ما کودک بودیم اون قدر با این چیزا گویم هم دسترسی نداشتیم هم نمی رفتیم کودک بودیم ما را نمی موندن و روی دور کلوب دور بود ما را رفتن نمی موندن و یگانه گویم لازه معنوی زوق بدهیم و انمون افسانه های بی بی ما بودن افسانه ها هم سرامیز بودن هم حیاتی معیشی بودن هم سرگذشتی بودن هم مذهبی بودن و هم تمثیلی بودن گلنسار رضوانشویوا امروز چندین کتاب ها رو به نشر رسانده است که از افسانه و روایات خلقی هم در نظم و هم در نثر عبارت می باشند خروج الهامی افسانه آفریش نیز از اوان کودکی سرچشمه می گیرد و به قبل او ماز همان شب نشستنی ها و افسانه گویی ها او رو به چنین پیروهای ایاد رهنمون ساخت و او توانست نخستین افسانه تازه ایجادش را در ایام جوانی منظوری خوانندگان گرداند من از همون خردسالی میر و شوق افسانه در دل من بود من حتی وقتی که من بابای ضمیر افسانه نقل میکردن و چنون عجایب چنون روان فهمو ساده دلچسب نقل میکرد آدم خود رو در عالم همون افسانه حس میکرد گو که یک کینو رو تماشا میکردی قهرمانو پیش نظر میومدن از لطا لختک میکردن و افسانه ها رو با لختک برای ما میگفتند و نقش ها رو اجرا میکردن رنگ تئاتر لختک انا همه امین مهر در دل من مون نخستین افسانه من حکایه من در سال 1976 در مشعل نشر شد چوب شد و رجب امون به من مکتوب نوشتن که دخترم این چیز رو ادامت یتون که شما شوق و ذوق زیاد دارید من حکایه شما رو تعریف نکردم طوری که شما نوشتید اما خیلی من رو چوب کردم و این کار رو ادامه دید گلنسار نقل میکند که پس از ختم تحصیل در دانشگاه برای ادامه فعالیت به اینستیتوت علم های انسانی به بدخشان رو خط گرفت هنگام کار با فوند کتاب ها و داده ها او به خزینه خطی فولکلور بدخشان دسترسی پیدا نمود و هنگام مطالعه آن باز به دنیای کودکی و عالم افسانه ها بازگشت دیگر بار تمام شوق و هوسش به افسانه رفت در خصوص آماده کردن شاگرد در رشته افسانه آفری گلنسار رضوانشویوا امید کلان به فرزندش دارد بر ضمن این شاگردانش اساسا خوانندگان اثرهای او میباشند میگوید گلنسار امون 8 کتابچه رو که چوب کردیم 3 افسانه رو چوب نمودیم خری مصلحتگر خرسک دوست و نتیجه شکرت و انامین 3 کتابچه رو علاکای در بغچه های بچگونه برای کودکان درس داده استوده علاکای کودکان این کتابچه رو کفته استودن و همه اون کودکانی که امروز این افسانه رو خونده استودن اونو شاگرد منه
ما خود رو خیلی خوشبخت اسم میکنم که امروز فرزند من به زبان شغنونی نخستین کتاب بدیعی رو نوشتن که نامش رو او بسیار مخلص اشعدی لدوش عبیب است و نام کتاب رو هم زندگی از نقص سر موندن و این کتاب رمان هست رمان به زبان شغنونی نخستین کتاب بدیعی و من خیلی فخر دارم که فرزند من خدابخش امروز با روح پیره های من رفته استودن و میخواند که من بعد هم کتاب دیگر رو ایجاد کنند و این کتاب بسیار عجایب است. بسیار میخواستم که گیرند این کتاب رو خونند چون که کتاب به زبان شغنونی است و من با پسرم توفیق میخواهم که این کار رو ادامه دهد. حفظ و نگهداشت فولکلور مردمی این پیشه است که قهرمانی ما آن را انتخاب نموده است. بدون جمع آوری فولکلور و ادبیات مردمی، نسل آینده از فرهنگ و عنعنات گذشتگانشان جدا خواهند گشت که فاصله نوفهمی را در آموزش تاریخ فرهنگ کهن مردم کوهستان به وجود می آورد. امروز گلنسار رضوانشایوا باوری بر آن دارد که راهی به نسل های نو آموزاندن فولکلور مردمی مشخص شد و آن حفظ می گردد. یگانه راهی که من امروز می بینم پیش از همه این تو امروز زبان ما رو به خط میگفتند، زبان های گروه پومیری رو زبان های به خط میگفتند، ولی خوشبختانه امروز من زبان ما علاکای روی کتاب اومده استود است. من این کتاب در اینجا افسانه ها من به زبان شغنونی و روشونی روی کتاب اومدن. یگانه راهی اولی که ما پیش گرفتیم این روی کاغذ آوردن این افسانه ها و دویم رو امروز ما کلوب پامیر داریم در همین نزدی مرکز رشد جوانان و نورسان و تشکیلات نور در اون کلوب آدمایی که میخوان این زبان رو حفظ کنن جمع میشوند. محفل نگهدارندگانی زبان های گروه پومیری. چون اکثر اثرهای گلنسو به زبان محلی مطرح گردیدند و دسترس دایره وسیع خوانندگان در میان کودکان می باشند، امید مؤلف آن است که برای جای دادن و آماده کردن برنامه مخصوص افسانه ها و کودکان طریق برنامه های تلویزیون محلی دستور می گیرد. اما عنعنه قدیمه مردم بدخشان قصه خوانی و افسانه گویی میان کلانسالان و جوانان محدود گشته ایستاده است. گلنسو می گوید کودکان باعث می گردند که جوانان هم به این افسانه ها رغبت ظاهر می نمایند. میری افسانه رو در دل جوانان فرزندان اونا جا میکنند با واسطه کتاب، چون که کودکان امروز چنان کن که اونا علاقه فیلم های تصویری رو نگاه کردن نمیخوان، اونا کتابچه هایی که ما علاقه بروردیم اونا کتابچه ها رو پدر و مادرشون رو مجبور میکنن که این کتاب رو گیرد برای ما افسانه خونید. انا اما کودکان میتوانند حتی در دل پدر و مادر خود میره افسانه رو جو کنن، لیکن علاقه بسیار بسیار آدمانی هستن که با ما مراجعه میکنن معلم ما از کجا ما میتوانیم کتاب های شما رو دسترس کنیم افسانه های شما رو. افسانه‌های ما در اینستیتوت علمی گومانیتاری مخصوص جو هست، در اونجا فروخته می شود. در جهان امروز که تمدن دنیا دسترس همکس است، استفاده تلفن و اینترنت کودکان را پایبند می سازد و در دلشان شوق و هوس مدنیت غیر جو می گیرد. برای از افسانه های خلقی در کنار نافتادن، افسانه آفرندگان موضوع های جالب و تربیوی را اندیشیده انتخاب می کنند تو که نسل نورس از فرهنگ اصلیش دور نرود. کودکان بسیار کنجکاوند. شب که اونو رو بیدار کردن این یک چیز زحمت طلب است و من اون افسانه های رو برای اونو انتخاب میکنم که اول این کتابو بسیار صورت های جالب دارن. بودورینوف سیبرگه رسامی همین کتابو است و بسیار جالب اونو رو میکشد. از همه چیز اساسی که به ذهن کودک تاثیر میرسوند این رسمی همون کتابو و دویوم موضوع و رسم دو چیز از هم جدا نشونده هستند. موضوع اساسا همین موضوعی که در حیات انسان موضوع گیم حیات روزمره انسان رو در مثلا خری مصلحتگر آخر
برزگوب رو نصیحت میکند که امروز خوراک نخور، پگو با کور نبرو و خود رو با کسالی انداز تو که تو رو با وین بسارو نبرند. صاحب اونها زبانی حیوانات رو میدونست و این مسئله اونها رو شنیده از مقصد اونها پای برد اونها چی مقصد اونها. و وقتی که ساری رز دیگر دیقون پیش پودابون پیش صاحب خر و برزگوب اومده اونجا عرض میکند که نه برزگوب کسل شده است، نه خوراک میخورد، نه از جوش میخیزد، به سارو رفتن نمیخواد. صاحبش میگرد که روید و ساری برزگوب رو گیری. ای برزگوب از ترس میخیزد و بعد امون رفته هم خوراکش میخورد. یعنی اینجا تنبلی رو مزامت کردن تو که کودکون تنبل نشوند. این تنبلی مزامت کرده است. در کتاب خرسک دوست خصلت بد انسانی دزدی مزامت کرده شده است. در کتاب نتیجه شکرت یعنی انسان با همون دوده خدا باید همه وقت شکرت کند، باید همیشه اون چیزی که با انسان همون از خدا نصیب شود و مین بعدم از این زیادتر نصیب انسان میگردد. و من همین خیلی موضوعی که در حیات انسان وجود دارد من همون خیلی موضوع رو میکوبیم میوبیم برای کودکان اونو رو ریق و غز میوریم. Thank you.